استعفای جواد ظریف نمودی از بحران حاد در حکومت آخوندی. آخوند حمید رسایی: با استعفای ظریف فروپاشی دولت روحانی آغاز شده است. درود. تجمع رانندگان خشمگین تاکسی با شعار راننده زندانی آزاد باید گردد. رسانه‌های حکومتی خبر دادند جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی استعفا داد. وی در اینستاگرام خود نوشت: از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی‌ها و کوتاهی‌ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می‌خواهم. خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس نوشت: ظریف دوشنبه شب در پیامی در اینستاگرام استعفای خود را اعلام کرد. استعفای جواد ظریف بیانگر اوج بحران در حکومت آخوندی است که در روابط بین‌المللی و در مقولاتی مانند برجام و FATF به بن‌بست رسیده است. فشارهای بین‌المللی و انزوای منطقه‌ای و جهانی که در اجلاس ورشو و اجلاس مونیخ و شرم الشیخ بیش از پیش خود را نشان داد، بیانگر به گل نشستن سیاست خارجی رژیم آخوندی است. آخوند حمید رسایی، عضو سابق مجلس ارتجاء، درباره استعفای آخوند روحانی گفت: اکنون دستگاه قضایی باید ظریف را ممنوع الخروج و به نقش وی در تحمیل تحریم‌های جدید و همچنین حضور عناصر جاسوس در تیم وی رسیدگی کند. به گفته رسایی، با استعفای ظریف فروپاشی دولت روحانی آغاز شد. حمید رسایی گفت که قوه قضاییه باید ظریف را ممنوع الخروج کند. همکنون تظاهرات تاکسی دارای شهر درود. شب گذشته رانندگان تاکسی شهر درود در اعتراض به دستگیری همکارانشان مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند: راننده زندانی آزاد باید گردد. در تجمع قبلی رانندگان تاکسی درود که در روز شنبه 4 اسفند در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر برگزار شده بود، رژیم آخوندی نه تنها پاسخ مطالبات به حق رانندگان را نداد، بلکه در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی شبانه 4 نفر از آنها را دستگیر کرد. کارگران شهرداری پارس‌آباد مغان در اعتراض به پرداخت نشدن 10 ماه حقوق و واریز نشدن 7 ماه حق بیمه مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند. نشست گروه لیما با حضور خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در بوگوتا پایتخت کولومبیا برگزار شد. این نشست با هدف یافتن راه حلی برای بحران ونزوئلا و با حضور 12 کشور آمریکای جنوبی و کانادا تشکیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان حمایت کشورش از اعمال تحریم علیه نیکولاس مادورو و نزدیکان وی به دلیل استفاده از خشونت علیه معترضان را اعلام کرد. به دنبال تظاهرات گسترده مردم این کشور علیه نیکولاس مادورو و در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی مردمی که به سمت مرزهای کولومبیا و برزیل برای انتقال کمک‌های بشردوستانه رفته بودند، تاکنون 2 تن کشته و 10 نفر مجروح شدند.